درود دوستان، امروز در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از آموزش های پیج ما و اون چیزی جز آموزش ساخت مخمر طبیعی که دیگه شما نیازی به مخمر های مصنوعی کارخونه‌ای نداشته باشید، که البته من میدونم که داخل ایران اکثر از مخمرهای نون استفاده میکنن که هم مزه و طعم بدی میده، هم اصلا مناسب این کار نیستش و نمیتونه الکل خوبی رو به شما بده و مزه ملاتتون هم به ترشی و بوی نامطبوع. حالا امروز در خدمت شما هستیم، آموزش ساخت مخمر طبیعی. هیچ چیز خاصی هم نمیخواد، فقط مقدار 150 گرم کشمش، 6 قاشق غذاخوری شکر یا به عبارتی 50 تا 60 گرم و 2 لیوان آب. ترجیحاً آبی هم باشه که کلور نخورده باشه، یا آب شیر رو اصلا بذارید یه گوشه چند ساعت بمونه بعد بجوشونید، بذارید خنک بشه، خیلی خنک هم نه، البته هلوشه 30 تا 40 درجه سانتیگراد که بهتون میگم چرا باید این دمو باشه. خب دوستان، اون 150 گرم کشمشی که داشتیم، من 100 گرمش این داخل ریختم و هیچ کار خاصی نمون. ببین توجه داشته باشید، فقط کشمشی که استفاده می‌کنید نباید شسته شده باشه، ترجیحاً تمیز باشه. شما وقتی کشمشو خیلی بشورید مخمرها شسته میشه میره، درسته؟ و آبی هم که استفاده می‌کنید نباید نه خیلی خنک باشه که مخمرها رو به خواب ببره دوباره، نه خیلی داغ باشه که مخمرها رو بکشه. آب بالاتر از 40 درجه مخمراتون رو میکشه و اجازه نمیده فعالیت بفرده. پس بهتر اینه که آبتون هلوش 35 تا 40، اما 35 خیلی به قولی مطمئن دمای مطمئنتری هستش. ما هیچ کار خاصی نباید انجام بدیم، فقط 2 لیوان آبمون رو روی کشمشمون میریزیم. دویمان آب رو میزیم روی کشمش، فعلا با شکر کاری نداریم، میزنیم کنار و درب بطری میبندیم و دو روز میزنیم یه گوشه تاریک در دمای تقریبی 30-35 درجه بمونه. نباید خیلی بیشتر باشه که مخمرها بمیرن، نه خیلی کمتر باشه این دمای که مخمرها به خواب برن دوباره. اینو میزنیم میمونه، بعد دو روز دوباره میریم سراغش، یه تکون ریز هم میدیم که یه خود بیشتر هم دیگه گول بخوره. بعد دو روز دوباره میریم سراغ این محلول و ببینیم چه اتفاقی براش افتاده. خب من اومدم سراغ این کشمشی گذاشته بودیم، یه خبر بد براتون دارم. روز دوم من فیلم برداری کردم، اما وقتی رفتم سراغ نمونه‌ها دیدم هیچ فیلمی ضبط نشده، نمیدونم اشکالی کار از کجا بوده و اما خب کار خاصی هم نکردم. من فقط اینو باز کردم، دو قاشق شکر ریختم روش و درشو بستم و یه هم زدم گذاشتم کنار. فرداش یه خورده کشمشا رو له کردم و گذاشتم دوباره برای دو روز بمونه. الان روز چهارم هستش، من دوباره همون مرحله رو میخوام تکرار کنم، البته این سری با این تفاوت که بهش دو قاشق کشمش تازه هم اضافه میکنم. به این باعث میشه که مخمرها جون تازه‌ای بگیرن، هم این شیرینیش هم به خاطر اینکه مخمر طبیعی روی خودش داره، درسته؟ یه دو قاشق هم شکر بهش میزنم. مخمرها میدونید که با خوردن شکر هم تولید مس میکنن هم تولید الکل. بعد هر چقدر اینجا شیرینیش بیشتر باشه بیشتر به نفع، چون میبینید از یه درصدی به بعد از اینکه الکل تولید شد، یعنی شیرینی ها رو به الکل تبدیل کردن، دیگه میمیرن وقتی اون درصد الکل یه مقدار بیشتر شه، چون شیرینی طبیعی هستش. ما دقیق نمیدونم، ما هلوش 12% به بعد. پس ما سعی میکنیم هم درصد الکل رو با اضافه کردن کشمش و آب درصد آب رو ببریم بالا که درصد الکل بیاد پایین و یه خورده این عمل تخمیر و تکثیر مخمرها طولانی تر بشه، که ما بتونیم در نهایت مقدار بیشتری مخمر داشته باشیم برای تخمیرها. خب اینم حالا درشون میره، نگران نباشید این خیلی هوای زیادی تولید نیست، چون ما هر دو روز یه بار میخوام بریم سراغش، خیلی نگران این مسئله نباشید. و چون اینم خیلی خوب آب بندی نکردم اصلا جای نگران نیستش، اما وقتی شما حجم بالا این کار انجام میدید باید یه خورده بیشتر احتیاط کنید و تقریبا 3/4 ظرفتون رو پر کنید، یعنی 1/4 خالی بمونه. خب اینو باز من میذارم یه گوشه و دو روز دیگه میمونه و بعد دوباره میریم سراغش. ببین حالا بعد از اینکه بعد دو روز که شکر بهش اضافه کنم و مقداری کشمش، آبشو باید جدا کنیم. این آب خودش هم حاوی
مخمر هستش، یعنی شما اینو جدا میکنید میذارید یه گوشه توی یخچال، البته یه گوشه نه چون باید دماش پایین باشه، دماش پایین در از چیز عملیاتی باشه، دمای عملیاتی مخمر که همون 30 درجه هستش که دوباره شروع نکنن به تخمیر و الکل زیادی باعث بشه که مخمراتون بمیره. خب پس تو این مرحله شما این آبش رو جدا میکنید میذارید توی ظرفی، به این شکل میذارید توی ظرفی، میذارید توی یخچال که دوباره مخمرها شروع به تکثیر و تبدیل شکر به الکل نکنن و اینو میتونید شما استفاده کنید بریزید توی مراتون و این مخمر هستش. اما طول عمرش کم هست، 2 تا 3 هفته توی یخچالونه تون دوره باید استفاده بشه، معنی دیگه به درد نمیخوره. خب حالا که آبشو جدا کردیم دوباره 2 قاشق کشمش، اگه بخوام که از انگورم استفاده کنم خیلی مهم نیست، اما همون کشمش استفاده میکنم، و 2 قاشق شکر برای دیوونه کردن این مخمرا، بیش از بیش تولید مثل بکنم، اینا هم میزنیم. البته بهتر اینه که خیلی شدیدتر هم میزنیم و تقریبا کشمش ها رو له بکنیم، کشمش ها رو له بکنیم. حالا من قبله خوره له کرده بودم، اینو دوباره میذاریم یک 2 روز دیگه بمونه به این صورت. درش رو میبندیم دوباره یه جای تاریک با دمای تقریبی 30-35 این بمونه و ما بتونیم مخمری که میخواییم ازش بگیریم. پس اون مخمری که آبش رو گرفتیم اون هم همین الان میتونید استفاده کنید، اما ظرف مدت 2 تا 3 هفته و در یخچال حتما ما نگهداری کنید، اون هم میتونید استفاده کنید. بعد 2 روز دوباره میایم سر وقت این.